5 تا مورد رو اگر یه نوازنده داشته باشه دیگه نوازنده حرفه‌ای و کاملی شده. من میخوام یکی یکی اسم این 5 تا مورد رو بیارم و خیلی کوتاه هم راجع به هر کدومشون صحبت کنم. پس تا آخر ویدیو با هم باشی. خیلی خوشحال میشم که کانالم رو سابسکرایب کنین، به دوستاتون معرفی کنین و زیر پست هم نظراتتون رو بنویسین، چون خیلی میتونه تأثیر بذاره روی روند کار من. من بتونم بفهمم که بیشتر تو چه موردی شما دوست دارین که من ویدیو واسه شون درست کنم. من تو این ویدیو یه سری تمرین ها رو هم میخوام بزنم براتون، نشون بدم، معرفی کنم که حتماً نوت و تبلیچرش رو توی سایتم میذارم. اگر با سایتم آشنا نیستین amirdanai.com رو واردش بشین و اونجا میتونین تمرین ها و نوت ها رو دانلود کنین. مورد اول فریزینگ یا همون جمله سازی کردن هستش که خیلی مهمه و بین همه این سازهایی که اسم میارم مشترکه. یعنی چه شما نوازنده ساز درامز باشین، بیس خواننده باشین، گیتاریست باشین، نوازنده ساز بادی باشین، بعد برای فریزینگ کردن وقت بذارین. خیلی مهمه. وقتی شما میایین سبکای مختلف موزیک رو گوش میدین، رگه، فانک، جاز، متال، موزیکای سنتی محلی، متوجه تغییر فریزینگاشون میشین. همش فریزینگه. مثلا من وقتی میشینم مستندا، مصاحبه های آدم های معروف رو میبینم توی موزیک، همشون میگن، یعنی ته حرفشون راجع به فریزینگ اینه که میگن Phrasing is everything. پس تا میتونین خیلی وقت بذارین برای فریزینگ کردن. مثلا یه سری نوازنده ها رو میتونین الگو قرار بدین. من همیشه خودم به دیوید گیلیمور فکر میکنم، مارک نافلر، جف بک، همیشه گوشه ذهنم اینا هستن. هم خیلی موزیکالن، یعنی این فرمت رو داره که میتونین قشنگ با دهن فریزاشون رو بخونی، هم ماندگارن، یعنی شما هر موقع میشنوی لذت میبرید، اصلا تکراری نمیشه. مثلا توی این که میگم فریزینگ توی همه چیز مشترکه، توی درامرا، هر درامر حرفه‌ای رو میرین گوش میکنین و نگاه میکنین، فریز مخصوص خودشو داره، بهترین فریزا رو میزنن. بیسیستا باز همینطور، خواننده ها، مثلا شما مایکل جکسون رو گوش میدی بعد استینگ گوش میدی، قشنگ این تفاوت فریزاشون کاملا مشخصه. باب مارلی گوش میدی، بی بی کینگ، همشون فریزای مناسب فر خودشونو دارن. برای اینکه فریزینگتون هی بهتر بشه، سعی کنین یه کلکسیون واسه خودتون درست کنین. یعنی به هیچی رحم نکنین، به هیچی. مثلا اگر شما یه فریز وکال میشنوین، بیس، پیانو، ساز بادی، رحم نکنین بهش. برین سعی ترانسکرایبش کنین، نوتشو بنویسین، بذارین توی حالا اون دفتر فریزاتون یا حالا توی برنامه خاصی اگر میخواییم بنویسین، حتما این کار رو بکنین و شک نکنین که روی فریزینگاتون به مرور زمان خیلی تأثیر میذاره و خیلی هم پخته تر میشه. شاید براتون سوال پیش بیاد که برای ساختن جمله یا همین فریزی که دارم میگم به دانش و تئوری احتیاج هست یا نه؟ 100% احتیاج داری. 100% شما به یک دانش تئوری بیسیک احتیاج دارید. یعنی دانش اولیه راجع به اسکیلای ماژور، مینور، پنتاتونیکا، بلوز اسکیلا و هارمونی کوردا، حتما باید اینا رو بلد باشین تا بتونین حداقل اون فریزی که دارین تو موزیکا میشنوین رو بتونین بسازینش و طراحی کنین. یه سری استثناء این وسط ولی وجود داره که مثلا حالا بعضیا توی خونشونه. مثلا بعضی وقتا یه سری ویدیو میبینم از یه بچه مثلا 5 ساله 10 ساله مثلا آفریقایی که داره یه چیزی میخونه که انقدر خفنه که دیگه این تو خونش ذاتیه، کاریش هم نمیشه کرد. اون حالا اگر تئوری هم ندونه ولی قطعا دیگه اون فریزایی که در واقع از بچگی باش بزرگ شده قشنگ تو خونش هست و میتونه بسازه. یه سری استثناء میوسط پس وجود داره. مورد دوم تاچ، خیلی هم مسئله مهمیه. به نظر من تاچ خودش یک مجموعه است. بخوایم یه نگاه کلی داشته باشیم بهش، استفاده درست از تکنیکا، ترکیب با حستون، کوک بودن نوت‌ها موقعی که دارین تکنیک استفاده میکنین، این سه تا گزینه رو داشته باشه، تاچ قطعا خوبی دارین. مثلا استفاده درست از تکنیکا یعنی اینکه شما برای هر تکنیک باید وقت بذارین که بتونین موقعی که دارین توی
فریزینگتون از تکنیک استفاده میکنین خیلی با آرامش استفاده کنین، استرس نگیرین، هیجان زده نشین و 100% ترکیب با حستون خیلی مهمه، چون اگر شما حس نداشته باشین، حالا میلیون ها تکنیک هم شما بزنین، به قول معروف گیتار رو رنده کنین، حس نداشته باشین، شما یک گیتاریست کسل کننده میشین. یعنی شک نکنین که هیچ تأثیری نمیذارین و کسی دیگه به شما گوش نمیده. کوک بودن نوتا موقعی که از تکنیک ها دارین استفاده میکنین خیلی مهمه. مثلا وقتی دارین بند میکنین، ویبراتو میزنین، تپینگ میزنین، بند بیش از حد صدا رو فالش میکنه، ویبره اگزاجره صدای نوتتون رو خیلی بد صدا میکنه، تپینگ وقتی دارین میزنین پول آف میکنین، اگر پول آفتون خیلی بیش از حد محکم باشه کثیف میشه صدا، یا موقع سویپ مثلا بعضی هیجان زده میشن و باز دوباره کثیفی خیلی شنیده میشه و ریتم خیلی خراب میشه. برای همین خیلی باید واسه تکنیکا وقت بذارین که بتونین با آرامش با یه کوک درست و با یه حس درست اینا رو استفاده کنین. حتما لازم نیست که برای همه تکنیکا هم وقت بذارین، بیشتر سعی کنین که تکنیکایی که دوست دارین رو دنبال کنین. ولی شما وقتی همه تکنیکای گیتار رو بلدین دیگه خیلی گیتاریست فول آپشنی میشین، اینم هست. به تکنیکایی که دوست دارین خیلی دقت کنین، دنبال کنین ببینین گیتاریستای مختلف چجوری اون تکنیکا رو اجرا میکنن. مثلا من خودم یه تکنیکی که خیلی دقت میکنم معمولا به دست گیتاریستا ویبراتوه. من خیلی ویبراتو رو دوست دارم، به نظر من خیلی تکنیک مهمیه. وقتی شما یه خواننده حرفه‌ای رو دارین موزیکشو گوش میدین، یه نوتو کامل وقتی داره میخونه هیچ ویبری نمیده، ولی آخرش که دیگه داینامیک داره میاد پایین یه ویبری خیلی قشنگی میده و اون نوتشو خیلی قشنگ تموم میکنه. یه ایرادی که من تو بچه ها میبینم، مثلا خیلی سریع نوتشون رو سعی میکنن تموم کنن برن سراغ نوت بعدی، یعنی واسه یه اندینگ نوتشون خیلی وقت نمیذارن، در صورتی که ویبراتو خیلی میتونه نوت شما رو باشکوه بکنه. مثلا ویبری سریع مثل استایل جف بگ، سلو، مورد سوم تایم یا تایمینگ که منظورم زمانبندی نوت و ریتم نوازنده است، که شما خیلی باید واسش وقت بذارین. شما به عنوان موزیسین باید ریتم خیلی خوبی داشته باشین و این قضیه ریتم روی فریزینگتون هم خیلی تأثیر میذاره. شما خیلی وقتا باید فرض کنید که گیتارتون یک ساز درامزه یا یک ساز پرکاسیوه و به جای اینکه همش به این فکر کنین که تو کل دسته بخواین نوتای زیادی رو بزنین یا حالا شرد کنین، بعد به این فکر کنین که نه، اتفاقا بعضی وقتا باید به دو تا نوت گیر بدین و وزن نوتاتون رو هی عوض کنین توی یک تمپوی مشخص، که 100% پیشنهادم بهتون اینه که یا با مترونوم تمرین کنین یا با ساز درامز یا درام ماشین تمرین کنین، که پیشنهاد من هم گزینه مترونومه. یه چیزی که خیلی مهمه توی مبحث تایمینگ، وقتی دارین یه فریز رو طراحی میکنین باید هم بتونین خیلی قشنگ از المان‌های تکنیکی استفاده کنین،
هم حس داشته باشه، که من میخوام چند تا مثال بزنم که بتونین ازشون الهام بگیرین. گزینه اول اوت یانگ، یک مدرن پلیر هستش که من خیلی دوستش دارم، خیلی باحاله، و همینطوری رندوم یکی از ویدیوهاشو پلی کردم که ببینین چقدر گرووی ریتمیک در کنارش تکنیک و احساس وجود داره. تا همینجا چند تا تکنیک رو دیدیم که استفاده کرد، خیلی گرووی و واقعا آدم رو جذب خودش میکنه. گزینه بعدی توسین عباسیه که بازم از مدرن پلیر هاست و خیلی در کنار سوپر تکنیکی بودنش، گروو و ریتمش خیلی جذابه. همین تیکش به نظر من قشنگ کافی بود برای اینکه منظور رو برسونیم. یکی از آرتیستایی که جدیدن کشفش کردم مدیسون کنهمه که توی تاینی دسک هم اجرا داشته یه مدت پیش. به نظر من از اون آرتیستاست که خیلی تایمینگ خوب، حس خوب و المان‌های گیتار رو تونسته با هم ترکیب کنه. یه تیکه بخواییم ازش بشنویم. و بعد فریز وکالش فوق‌العاده است روی این ریف. و میزنه و میخونه، خیلی جذابه، حتما برین دنبال کنین. گزینه بعدی کریس استیپلتون هستش که یه خواننده و گیتاریست سبک راک کانتریه که یه تیکه از سولوشو میخوام پلی کنم، از موزیک آی واز رانگش هست، لایو هم هست و جمله هاش خیلی ساده است، فریزاش خیلی ساده است، ولی به شدت ریتمیک و خلاقانه است. چقدر قشنگ روی ریتمش تاکید میکنه. این دابل نوت های جذاب با 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 با. و خیلی ریتم های ستایی مثل تریپلت و اینا رو هم خیلی قشنگ توی فریزاش استفاده میکنه. گزینه بعدی جان مایر، موزیک بلیف، و اینم باز دوباره قسمت سولو شو بردم که خیلی به نظر من ریتمیک و فانکیه. یه عادت اشتباهی که بین بچه ها جا افتاده اینه که وقتی دارن تمرین میکنن با ریورب دیلی خیلی زیاد تمرین میکنن، چون دسترسیشون هم به پلاگین های خیلی خفن زیاد شده، راحت شده، و اکثرا با دیلی ریورب خیلی زیاد تمرین میکنه و این اصلا خوب نیست. شما باید وقتی دارین تمرین میکنین اتفاقا صداتون کلین باشه بیشتر موقع، یا حالا درایو هم اگر استفاده میکنین، ولی بیشتر درایو باشه صداتون، یعنی خشک باشه، خیلی دیلی ریورب استفاده نکنین، به خاطر اینکه وقتی ریورب دیلی زیاد باشه هم اشتباهاتتون رو میتونه یه ذره بپوشونه، کاور میکنه، همین که رو ریتم و تایمینگتون یه ذره تأثیر میذاره. یعنی الان اگر که من یه مثلا دیلی خیلی شلوغ بخوام بذارم، معلوم نیست که دارم چه تایمینگی رو استفاده میکنم، ولی با صدای خشکتر که دارم تمرین میکنم خیلی بهتر میتونم تایمینگامو بشنوم. اتفاقا داشتم یه ویدیو هم از تومو فوجیتو میدیدم، یکی از خفنترین مدرسای گیتاره که استاد جان مایر هم بوده، داشت میگفتش که همیشه با صدای
خشک و کلین تمرین میکنه که بتونه همه اشتباه ها و ایرادا رو بشنوه و روشون کار کنه، چه از لحاظ تایمینگی، چه از لحاظ تاچ و تکنیک. بعضی وقتا سعی کنین که با تمپوهای پایین هم تمرین کنین. مثلا الان من تمپوی 72 رو گذاشتم. توی این تمپوها تمرین کردن باعث میشه که خیلی کوانتایزتر و رو مترونوم ساز بزنیم. 3-4 مورد چهارم مورد گوش هستش، یعنی شما باید تمرین های گوش رو زیاد انجام بدین. جدا از این که باید محافظت های پزشکی بکنین ازش، مثلا یه موزیک رو با صدای بلند گوش نکنین، خیلی هدفون نذارین، مراقب بهداشت و این چیزاش باشین، ولی جدا از اون شما باید برای سولفژ وقت بذارین. سولفژ فقط برای خواننده ها نیست، برای موزیسین ها خیلی مهمه و همینطور ترانسکرایب کردن هم باز دوباره گوش شما رو خیلی قوی میکنه. ترانسکرایب یعنی این که شما مثلا یک ملودی رو میشنوین، همون لحظه بتونین با سازتون پیادش کنین و چه بهتر این که وقتی دارین نوت ها رو در میارین گوشی بتونین ریتم دیکته ریتمش هم بنویسین، که به نظر من از ملودی های ساده شروع کنین، یهو دست نذارین روی یه سری ملودی سخت که بخواین گوشی در بیارین، چون تو ذوقتون میخوره قطعا. مثلا مثل ملودی های آشنا و تقریبا ساده ای از کارلوس سانتانا، دیوید گلیمور، ریشی بلکمور، اینا مثلا گزینه خیلی خوبی هستن. هر جا براتون نامفهوم بود سرعت رو مثلا میتونین ذره کم کنین، خیلی گوشتون رو قوی میکنه. سولفژ هم باز دوباره اپلیکیشن های خیلی زیادی هست که بخواین تمرین کنین. البته که کلاس برین خیلی خوبه زیر نظر استاد باشین، ولی اگر حالشو داشته باشین با اپلیکیشن های خیلی زیادی میتونین تمرین کنین که هم برای اندروید خیلی هست، هم برای iOS خیلی هست. کافیه که سرچ کنین ear training و بتونین لول گوشتون رو ببرین بالا و پیشرفت کنین. یه تمرین خیلی باحال میخوام بهتون بگم که برای قوی شدن گوشتون هم خیلی تاثیر داره، و اینکه بیاین یه سری نوت‌های رندوم رو انتخاب کنین روی دسته گیتار و سعی کنین که بخونینش. اولش قطعا فالش میخونین، ولی همین که گوشتون داره سرچ میکنه نوت رو پیدا کنه درست میشه. مثلا مورد آخر، مورد پنجم، مبحث صداسازی و تون گیتارتون هست که خیلی اینم مبحث مهمیه، چون شما اگر اون چهار تا مورد رو داشته باشین صدای گیتارتون خوب نباشه بازم پکیجتون ناقص میشه. شما باید سرچ کنین، انواع پدال بوردا رو بشناسین، انواع در واقع افکت ها، کار کردن هاشون، امپلیفایر ها. و الان هم خیلی راحت شده، کافیه اسم گیتاریست مورد علاقتون رو توی گوگل سرچ کنین و یه دونه اکویپمنت یا گیر مثلا سرچ کنین، کنارش بزنین و میبینین که قشنگ همه یه گیتاریست هایی که پدال بورداشون و امپایی که استفاده میکنن و خیلی منظم میاره. حتی خیلی از گیتاریست ها توی سایت خودشون اومدن گذاشتن از نقشه در واقع بوردشون تا آمپلیفایرها و اسپیکرهاشون، میکروفونهایی که استفاده میکنن و اینکه اول کابل رفته توی چه پدالی، بعد رفته توی چه پدالی. و اینجاست که شما میبینین که یه سری پدالا بین همه نوازنده ها مشترکه، کار کردنشون بعد متوجه میشین که چجوریه و اینجوری میشه که شما حس به سلیقه خودتون نزدیکتر میشین. همینطور که شما توی مسیر نوازندگیتون یک سری نوازنده های تاثیرگذار وجود داره، توی مبحث صداسازی هم باید نوازنده های تاثیرگذارتون رو داشته باشید. مثلا من کسایی که برداشتمشون گیلمور بوده، اج از گروه یوتو، جانی باکلن از کولدپلی، اریک جانسون، اندی تیمونز، اینا مثلا نوازنده هایی هستند که من همیشه صداهاشون خیلی دوست دارم، یعنی از تون کلینشون، درایو، کرانچ، دیستورشن، ریورب دیلی هاشون،
شما هم بعد یه ذره بیشتر بتونین این چیزا رو دقت کنین. مثلا یه سری پدالا هست بین همشون مشترکه، مثل تیوب اسکریمر آیبانز TS-808 یا امپلیفایر مارشال پلکسی. پدال اکولایزر باس یکی از پدالای خیلی مهمه که شما باید بشناسینش. شما کلن باید اکولایزر رو و کار کردن با اکولایزر رو توی چه دستگاه مولتی افکتتون، چه پلاگین، چه خود افکت پدالتون باید بشناسین. خیلی پدال مهمیه و همینطور کامپرسور باز دوباره جزء پدالای خیلی مهمه و روی مبحث تون خیلی وقت بذارین. خب پس این 5 تا مورد رو یه جمع‌بندی بکنیم. شد فریزینگ، تاچ، تایمینگ، ایر، تون. امیدوارم که هرچه زودتر به این 5 تا مورد برسین و واسهشون وقت بذارین. امیدوارم که این ویدیو براتون خیلی مفید بوده باشه. دمتون گرم برای حمایتتون و خیلی مراقب خودتون باشین. خیلی مخلصم.